آن شب و روز خیلی کم شمار بودند نفرانی که مسئولیت وظیفه های راهبری را به دوش بگیرند. باور کنید رفیقا، منصب یگان کس را حاضر در کار نیست. بسیاری ها را توصیه میکنیم حاضر درازی نمیشوند، نمیروند به شهر دوشنبه. شما باور دارید؟ بسیاری ها انتظار آن هستند که حیات ریاست شورای عالی و حکومت پیدا میشود، تنج آرام میکنند و بعد 3-4 ماه آنها طلبگار وظیفه میشوند. نه رفیقا، این خیلی کادرها باید در حیات ما نباشند. در واقع از آن نفرانی که به منصب‌های معاونی سروزیر، پراکرار گنرالی و راهبران وزارت و اداره‌ها پیشنهاد شدند، 28 کس از وضعیت پرخطر اجتماعی و سیاسی شهر دوشنبه و جمهوری هراس کرده از این وظیفه‌ها دست کشیدند. چندین سیاستمدارانی با تجربه دیگر که پیش از امام علی رحمان به وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری پیشنهاد شده بودند، از این مسئولیتی گران خود را کنار گرفتند. 21 نوامبر تحت راهبری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مجلس نوبتی اجلاسیه شورای عالی برگزار گردید. وکیلان درباره بازداشتن شکل پرزیدنتی اداره کشور ابراز عقیده نمودند. پیشنهاد کرده شد که ولایت‌های کولاب و قرغان‌تپه متحد کرده شوند. به شبهه مقصد از متحد نمودن این ولایت‌ها پیش از همه هر چیز زودتر به جنگ و کشمکش‌های داخلی کشور خاتمه گذاشتن و مردم هر دو ولایت را به خاطر آبادانی و برقرار نمودن خواجگی‌های ضرر دیده متحد ساختن بود. این اندیشه برای تمامیت ارضی کشور مهم در رفت اجلاسیه با جانبداری اکثریت نمایندگان پذیرفته شد و این اقدام برای به اعتدال آوردن وضع سیاسی، گرفتن پیش راه جنگ داخلی در ولایت نو تأسیس ختلان نقش مهم بازید. اجلاسیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان را درباره گریزه ها بررسی نموده، برای تکمیل آن کمیسیه تأسیس داد و گزارش اجرا کننده وظیفه دادستان کل جمهوری را درباره راه های خلق اصلاح شنیده، مسئله های عوف عموم را محاکمه و رئیسان کمیته و کمیسیه های شورای عالی را انتخاب نمود. روز یک شنبه 22 نوامبر سال 1992 رئیس شورای عالی امام علی رحمان به ناحیه شهر توس سفر کرده با فرماندهان سلاح به دست ناحیه های قمسنگیر، پنج و شهر توس و قبادیان ملاقات نمود. از همینجا وطندار همین ملک سرزمین در آنجا وفات کنده در خاک مردم دفن کنند، ننگ آر و ناموس ما در نمی رسد. هزارها هزار مرده است، گریستان های نو پیدا شده، هزار ساله ها بگذرد ملت ما در تنه می کند. هر یک نفره که گذرد میگد این گریستان گریزه های تاجیک است. در یک مزار شریف 1500 مردم ما مرده است. 1500 این ننگ بر ملت ما نیست. تا تینجه امانی نشود، تا فردی آخرین از دیگر دولت ما بر نگردانه و مسکن دائمی خود بر نگردانه، من خود را آرام استمیدم.